افغانستان خوش آمدین، جایی که فقط آواز مطرح است. هفته قبل تماشا کردین از هریاور ما چهار اشتراک کنندیش آمد براتان هجرا داشت یا برای ما نظر به هجرایی هموشبش یک اشتراک کننده را در برنامه حفظ کردن و سه نفر اشتراک کننده از هریاور ما برای شما رفت. یکی شما به کی رای دادین تا آخرین لحظاتش برنامه ما را تماشا کنین. بله دوستا، اینجا هست آواز افغانستان. مرحله یک قدم تا قهرمانی. بیننده های عزیز سلام و شبتان بخیر. مرحله یک قدم تا قهرمانی است و ما آهسته آهسته به دشوارترین مراحل نزدیکتر می شویم. آخرین هفته برای حفظ یاوران. از آغاز هفته روان این تنها شما هستید که تصمیم می گیرید کی آواز افغانستان باشد. امشب باز هم یک شب متفاوت از شبهای دیگر است. در اعلام نتایج امشب از هر تیم دو اشتراک کننده می توانند با بیشترین آرا دوباره به برنامه راه یابند. و تنها یک نفر با کمترین آرا از برنامه خداحافظی خواهد کرد. اینجا آواز افغانستان است. بازم خوش آمدین دوستای عزیز. یکی کدام تیم اول میاید براتون آهنگ میخوانه، آهنگ چارگانه؟ یک سر میزنیم به اتاق قاصدک. از عبدالله رامکی پرسان میکنیم که اولین تیم کی است که آمادگی گرفته؟ تشکر خدیجه جان. امی لحظه ما در اتاق قاصدک هستم با جمع گروه های مختلف آواز افغانستان و اولین گروهی که میره روی استیج کدام گروه است؟ بله، تیم اوبای جوینده است و بیاین در کنار ما استاد شوین. سلام به همتون. کدام آهنگ در این هفته آمادگی گرفتین که روی استیج دست جمعی بخونین؟ یک آهنگ از آهنگای خود استاد ما است، آهنگ که آرام آرام هست یا که میخوانیم. باز میبینیم شما. خب چقدر آمادگی گرفتین؟ آمادگی کامل گرفتیم. یک هفته ما تمرین کردیم سر میان. یک هفته مکمل. خب موافقت برتون میخوایم. خدیجه جان امی لحظه اولین گروه از گروه اوبای جان جوینده میای طرف استیج و آهنگ گروهی را برای هموطنان عزیز ما اجرا میکنن. موافقت برتون میخوایم. عبدالله جان از خودت تشکر. دوستا قسمه که عبدالله جان گفت اولین تیمی که میای برتون آهنگ چارگانه اجرا میکنه تیم اوبای جان جوینده است. پس به افتخارشان یک کف محکم بزنید. هرچی که گفتم شد عاشقانه، گاهی سرود و گاهی ترانه، گاهش رو رفتم خانه به خانه، ای حرف آخر در هر زمانه. همگی ها با ما بخانید ای عاشقان، با ما بخانید ای دوستان، با ما بخانید همه دستا بالا، همگی ها. آرام آرام با قصه ها، تنها تنها به غصه ها، یک دم از خود یک دم از من میشوم با عشق آشنا، یارب نگه کن این آشنایی، این لحظه این فرصت تلایی، دورم مگر داری از جدایی، من نگذرم از آدوات شاهی. ای دوستا با ما بخانید، ای عاشقان با ما بخانید، ای دوستا با ما بخانید، ای عاشقان همه تون یک جمع رای ما بخونیم.
نامه خدا آهنگ بسیار زیبا از شما تشکر. سلامت باشه. خب از استاد عبید پرسان میکنیم. آبای جان شما فقط 4 نفر اشتراک کننده تانه دارین که سبحان جان است، مشتبه حیدری است، ناصر است و مسعود پاینده. نظر به اجرای افتی قبلشان شما محمد ناصر سروری را در برنامه حفظ کردیم. از بین 3 نفر که باقی مانده برای مردم رفته بود، از دید شما بلندترین آرا را کی از آن خود کرده باشه؟ نظر به تجارب قبلی فکر میکنم که بلندترین آرا را کسب کرده که بسیار مردمی تر خوانده. و امی لازم نمیخوایم پیش بین باشیم که کی است. عطف میتونم بزنم اما نمیخوایم که افشا بکنم. هر کامشان باشه به حساب ما فکر میکنم که صرف یک نفر ما امروز حذف میشه و ما برشان در هر صورت کسایی که داخل میشن برشان موافقت میخوایم و کسایی که حذف میشن برشان انشاءالله آرزوی موفقیت میکنم و موفق خواهد بودن. تا اینجا رسیدن موفق هستن و آواز افغانستان هستن. از شما تشکر. دوستا امشب کاملا با شبای دیگه متفاوت است. امشب در برنامه هست هر یاور ما 2 اشتراک کنندهش با بلندترین آرا در برنامه پس میه و 1 اشتراک کننده از برنامه خدافیزی میکنه. قبل از اینکه تیم بعدی بیا براتون آهنگ اجرا کنه، 1 وقفه کوتاه داریم. بازم خوش آمدید دوستای عزیز. قبل از اینکه تیم آریانا جان بیا براتون آهنگ خود اجرا کنه، 1 سر میزنیم به اتاق قاصدک، میبینیم که عبدالله جان در چی حال است. تشکر میکنم خدیجه جان، شبتان بخیر. امی لحظه من در اتاق قاصدک هستم و گروه بعدی که میگه روی استیج و آهنگ گروهی خود میخوانن، گروه کی است؟ آریانا. سعید، بله، بیاین بخیر. چطور است آمادگی ها، چطور است و چقدر لباس های مقبول و چی میگن مدل های افغانی زدین شما؟ خب چون آهنگ ما آهنگ دوستیه، به مخاطر هر کدوم از همون ملیت خلاباز خود پوشیدیم. خب مجیب جان خب یک لنگی مقبول زدی، کدام آهنگ است؟ آهنگ گروهی تان؟ آهنگ گروهی ما از فراجان دریاست، درخت دوستی بنشان که پشتوش از ما و صدیق جان است، اون میخوانیم. خب درخت دوستی بنشان که کام دل و باراره. خب چقدر لباس مقبول، از کدام ملیت پوشیدی خودت؟ ما را کل ملیت ما هستم، هر جای افغانستان هستم، بنام افغان که بود. خب لباسیتون بسیار مقبول است و چطور است آمادگی علی فولادی؟ علی فولادی برای خدا آمادگی ما خوب است. خب موفق باشین، بریم که خدیجه جان بی لحظه نام گروه تانه خواند، بریم موفقیت برتان میخواییم. تشکر خدیجه جان. عبدالله جان از خودت تشکر. بله دوستان، تیم که عالی میای آهنگ چارگانه برتان اجرا میکنه تیم آریانا سعید است، به افتخارشان. کام دل بباراره، درخت دوستی بنشان که کام دل بباراره. نهال دشمنی برگن که رنج به شما را، نهال دشمنی برگن که رنج به شما را. درخت دوستی بنشان که کام دل بباراره، درخت دوستی بنشان جوان خوزمون کم به محبت لپاره هم ده
خند دل سن نفر اختان نتم و سکره دو نتم و سکره حیران یو حیران حیران یو حیران حیران یو حیران حیران یو حیران دانم پا تشکا غزبان دی خرفیگی خالت تنگا وایا تنگا وایا تنگا وایا تنگا 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 Tenga, 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 tenga. Nari, 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 nari. آهنگ بسیار زیبا از شما تشکر سلامت باشین. خب دوستان آهنگ دوستی فرهاد دریا را شنیدین از چهار نفر اشتراک کننده آریانا سعید. آریانا جان میخوایم یک سوال پرسان کنم از شما. چهار نفر اشتراک کننده تان هفته قبل اجرا داشت، شما نظر به هجایی موشبش صدیق فراتی را در برنامه حفظ کردین. میشه بگوین فرق بین صدیق و سه نفر اشتراک کننده دیگه در چی بود که شما صدیق حفظ کردین؟ فرق نیست. خب من نظر به مثل که شما گفتین، نظر به این که کی زیادتر خوب اجرا کرد، نظر به او انتخاب کردم. منتها همگیشان شما میفهمین که بچه هایی هستن که همگیشان مقبول میخوانن، همگیشان سریل هستن به حساب دیگه. فرقش من نمیفهمم، منتها اجرایی که خوب بود از این خاطر. از شما تشکر، زنده باشین. دوستای عزیز قبل از اینکه تیم بعدی را بخوایم براتون آهنگ چهارگانه اجرا کنن، یک وقفه کوتاه داریم. سلام و مجدد. تیم بعدی که میآید براتون آهنگ چهارگانه اجرا میکند تیم نظیر خارا است. اما قبل از او یک مرور کوتاه داریم به هفته گذشته. در هفته گذشته دیدید که باز هم نظیر خارا چهار اشتراک کننده را با میدان نبرد انتخاب کرد و از میان این چهار تن تنها احسان الله داراب توانست توسط یاورش حفظ گردد و متباقی سه تن به رأی مردمی رفت. احسان جان انتخاب میکنم. با افتخار احسان جان. امشب شما هستید که تصمیم میگیرید کی با بلندترین آرا و مراحل بعدی راه میابد. دوستا امشب اعلان نتایج فراموش نکنین. تیمی که آل میایه براتون آهنگ چارگانه ایچ را میکنه تیم نظیر خارا است. با افتخارشان. الهی لطف تو کم مباد کم مباد سراسر زمین غم مباد غم مباد الهی لطف تو کم مباد کم مباد سراسر زمین غم مباد غم مباد خدایا دعایم بود روز و شب که چشمان هیچ مادر نم مباد برادر بیا فرصت کم بود ببین هر طرف غم بود غم بود بده دست خود را برادر بیا کنیم زندگی برابر بیا الهی لطف تو غم مباد غم مباد سراسر زمین غم مباد غم مباد الهی لطف تو غم مباد غم مباد سراسر زمین غم مباد غم مباد زمین غم مباد غم
که خشکی در دریای آب آورد بود اتفاق چشم زندگی خدایت دهد نور تا بندگی الهی لطف تو کم مباد کم مباد سراسر زمین غم مباد کم مباد الهی لطف تو کم مباد کم مباد سراسر زمین غم مباد غم مباد خدایا دعایم بود روز شب که چشمان هیچ مادره نمباد برادر بیا فرصت غم بود ببین هر طرف غم بود غم بود بده دست خود را برادر بیا کنیم زندگی برابر بیا شنونده از تیم خارات بود که براتون آهنگ چارگانه اجرا کرد و حالا از خارات پرسان میکنیم خارات بهترین اجرا را در بین چهار نفر اشتراک کنندید کدام اشتراک کنندید از دید شما داره؟ اول تر از همه به نمایندگی تمام یاورا یک بار سلام عرض میکنم و روز هفته سال هست و روز جهانی سال ها و تمام مردم دنیا تبریک عرض میکنم و می خاطر ما یه آهنگ انتخاب کردیم که در 2008 ما یه آهنگ ساختیم و خواندیم. در این سال ما هم یکی از کسایی که سفیر سال در افغانستان شد و ما هم بودیم. الهی الهی لطف تو کم مباد کم مباد سراسر زمین غم مباد غم مباد. خراست شما بالای مسیح ریحان به اندازه اعتماد دارین چی فکر میکنین که امشب برای مردمی رفتم مردم انتخاب خواهد کردیش با بیشترین آرا پس در برنامه خواهد آمد؟ یعنی من فکر میکنم همین چهار نفره که من دارم مردمی آرا شناختن که آوازه بسیار خوب داره هر کدام از اونا که بیاین بر من خوب است هر کدامشان سرش حساب میکنم هر کدامشان بسیار تشکر زنده باشید دوستای عزیز قبل از اینکه تیم بعدی را بیاید براتون آهنگ چارگانه اجرا کنه یک وقتی کوتاه داریم دوستان قبل از اینکه آخرین تیم بیاید براتون آهنگ چارگانه اجرا کنه قبل از اون یک سر میزنیم به اتاق قاصدک میبینیم که عبدالله رامکی در چی حال است نام خدا تیم قیس الفت شما میبینین در کنار ما هستن و چقدر لباسهای مقبول و لباسهای ملی کشور ما را از اقوام مختلف از ملیتهای مختلف پوشیدن از شروع میکنیم آغاز میکنیم از زبیر سرود چطور است آمادگی ها چطور است و چقدر لباس مقبول پوشیدن میشه بگین از کدام ملیت است تشکر لباس که پوشیدیم لباس البته هزارگی است آهنگ ما آهنگ آشتی است و سیروز جان منصور ازبکی است این بار بخیر ما میخواییم که از قوم ازبک نمایندگی کنم بخیر خدا کنه بتونم کوتاه یک آهنگ ازبکی زمزمه کنیم کوتاه بسیار خوب است آهنگی را که زمزمه میکنم از فرهاد دریا است یک شعرش میگه سره پلدن بلامن برکل مسن بلامن سره پلدن بلامن برکل مسن بلامن قره گزین جان گده سنگ صدقه بلامن بسیار مقبول بسیار مقبول و احمد جویا چی آمادگی گرفته؟ آمادگی خود گرفتیم که آهنگ جورایی را کل ما اجرا کنیم بخیر میگن آهنگ آشتی را شما انتخاب کردیم آهنگ آشتی است خب و حفیظ امیری چی میگه؟ جان بس آهنگ را بخیر آمادگی گرفتیم دیگه اجراش میکنیم بخیر موسیقی از استادم است آهنگ از وای جان قاسمی است بسیار خوب هموطنان عزیز ای گروه دوم است که میآید در مرحله یک قدم تا قهرمانی میآید برتان گروهی آهنگ آشتی را میخوانند موفق باشین اخوان تشکرم بلا جان دوستای عزیز امشب اعلان نتایج فراموش نکنین آخرین تیمی که میآید برتان آهنگ چارگانه اجرا میکند تیم قیس الفت است به افتخارشان Thank you.
شیوه شیرین خداست، آشتی لطف بلورین خداست، آشتی کن که وطن در خطر است، مرد میخسته مادر و در است، آشتی کن که وطن در خطر است، مرد میخسته مادر و در است، آشتی آشتی موهای شیرین خدا، آشتی آشتی لطف گلورین خدا، آشتی آشتی موهای شیرین خدا، آشتی آشتی لطف گلورین خدا. وطن دار عزیزم با دلت دیمه نمان، باز در شادی دستان همه خیمه نمان، آشتی کن که ضروریست و درمان چمن، هم خدا خوش بودم رو شهیدان وطن، آشتی آشتی میوه شیرین خداست، آشتی لطف بلورین خداست، آشتی آشتی میوه شیرین خداست، آشتی آشتی لطف بلورین خداست. تشنه بیتاره من خسته شدی، با غم و کینه اولاد خودت بسته شدی، چه کسی پاره دامان تو را می دوزد، دل بیگانه به احوال تو کی می سوزد، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی لطف بلورین خداست، آشتی آشتی میوه شیرین خداست، آشتی آشتی لطف بلورین خداست. نرا دون تو بیا خانه را آباد کنیم، کمر بست و ویرانه را آباد کنیم، مادر و کودک ما منتظر دیدار، بر آنگی زیزان خودش شاد کنیم، کمر بست و ویرانه را شاد کنیم. دوستان آهنگ زیبای آشتی وحید قاسمی بود، به افتخار وحید قاسمی یک کف محکم بزنیم. دوستان فقط چند لحظه محدود مانده به اعلان نتایج، از قید جان پرسان میکنیم. قید جان، چهار نفر اشتراک کنندید هفته قبل اجرا داشت و خودت از بین چهار نفر حفیظ امیری را انتخاب کردی، چه فکر میکنی که سه نفر اشتراک کنندید که برای مردمی رفته بود بیشترین آرا را امشب کی از آن خود کردن؟ خب اولتر خواستم که آهنگ یه هفته انتخاب کنم که بخونن رقمی که نظیر جان گفتک هفته سال هستک، تا که از یکی دیگه جگرخون باشیم، کینه در دل داشته باشیم، اینمی وطن ما آباد میکنیم، دیگه کس آباد نمیکنه، و به افتخار افغانستان میخواییم همگی ما یک چک چک کنیم. خدا آرامی داشته باشیم. و حفیظ جان واقعیت خوب خواندک، در تیم خود گرفتیم، هر کس متابالا از مردم خود واقعیت خوش هستم که هر کس انتخاب کردن، خوب رای دادن،
بسیار آوازخوانای ما کلش شعر است، کلشان خوب میخوانند. تشکر، سلامت باشید. دوستان اعلان نتایج را فراموش نکنید، اما قبل از او یک وقفه کوتاه داریم. بازم خوش آمدین دوستای عزیز. اینان نتایج است و شما مطمئن هستم بی صبرانه همی لحظه کنار تلویزیونایتان نشستین میخواین بفهمین که از علیاور ما سه اشتراک کنندهش که برایش مردمی رفته بود کدام دو اشتراک کننده با آرای بلند امشب در برنامه باقی میمانه و یک نفر ناگزیر است از برنامه خداحافظی کنه. دوستا این هفته کاملا متفاوت با هفته قبل است. هفته قبل یک اشتراک کننده با آرای بلند شما در برنامه میماند و در این هفته دو اشتراک کننده از علیاور ما با بلندترین آرا در برنامه باقی میمانه و یک اشتراک کننده ناگزیر از برنامه خداحافظی میکنه. سنه ایجان است. خب ابتدا شروع میکنیم از تیم ابیجان جوینده. دوستای عزیز، تیم ابیجان جوینده هفته قبل براتون بهترین اجرا داشت و کسی را که ابیجان در برنامه حفظ کرد محمد ناصر سروری بود و سه نفر اشتراک کننده دیگه مشتبه جان و صبحان جان و مسعود جان برای مردمی رفته بود. شما هستین که دو نفر این اشتراک کننده را از بین سه نفر دو نفرش شما انتخاب کردین که در برنامه باقی بمونه و یک نفرشان از برنامه خداحافظی میکنه. چی فکر میکنین دوستا از بین این سه نفر بلندترین آرا را امشب کی از آن خواهد کرد؟ صبحان، مشتبه ایدری و یا مسعود پاینده؟ کسی که امشب بیشترین آرا را از آن خود کرده میفهمین کی است؟ شما بگوین صبحان ندایی است؟ مشتبه ایدری و یا مسعود پاینده؟ پس شما بگوین که امشب از برنامه خداحافظی میکنه؟ نمشنم، امشب کی از برنامه خداحافظی میکنه؟ کسی که امشب پایین ترین آرا را از آن خود کرده از برنامه خداحافظی میکنه او است؟ تنها یک نفر است که بیشترین آرا را از آن خود کرده و در برنامه باقی میمانه، سبحان ندایی! سبحان جان، تبریک باشه. بله دوستان، صبحان ندایی کسی است که بیشترین آرا را از آن خود کرده در برنامه باقی ماند. بله دوستان عزیز، صبحان ندایی کسی بود که بیشترین آرا را از آن خود کرد و در تیم ابیجان جوینده باقی ماند و دو نفر دیگر مشتبه جان و مسعود جان پاینده کسایی هستند که در خطر هستند. چی فکر میکنین از بین دو نفر کدام شبشب در برنامه باقی میمانه؟ مشتبه ایدری؟ و یا مسعود پاینده؟ بله دوستان، تصمیم شما هست. شما هستین که اشتراک کننده را در برنامه حفظ کردین و ای که کی از برنامه امشب خداحافظی میکنه این هم تصمیم شما هست. خب میخوایم این بار کسی که کمترین آرا را از آن خود کرده و از برنامه خداحافظی میکنه نامش براتون بگویم. میخواین بفهمین؟ امشب کسی که کمترین آرا را از آن خود کرده و متاسفانه از برنامه خداحافظی میکنه او است؟ دوستای عزیز، او کسی است که با بسیار مشکلات شروع کرد، بهترین اجراها را داشت، دل یاورش را به دست آورد و تا این مرحله پیش رفت. میفهمین کی است؟ متاسفانه دوستای عزیز، من هم بسیار جگرخون هستم که میخوایم براتون اعلان کنم او کسی که کمترین آرا را امشب از آن خود کرده و از برنامه خداحافظی میکنه مسعود پاینده هست. خب مسعود جان، گپ نیست، بهترین اجرا داشتی و آل دل علاقمندایتان را به دست آوردین. شما میتونین بهترین آهنگا بر علاقمندایتان داشته باشین. از شما تشکر. بله دوستا، مسعود پاینده کسی بود که کمترین آرا را از آن خود کرد و از تیم ابیجان جوینده خداحافظی کرد. مشتبه جان هم تانستن که در مرحله بعدی را پیدا کنه و حالا از تیم آریانا سعید خواهش میکنیم که نزدیک بیاین. بفرمایید. بله دوستای عزیز، تیم آریانا جان سعید هم هفته قبل بهترین اجرا داشتن و آریانا جان نظر به اجرای عمو شبش صدیق فرازی در برنامه حفظ کرد و سه نفر دیگر برای مردمی رفته بود. چه فکر میکنین دوستای عزیز؟ از بین این سه نفر بلندترین آرا را امشب کی از آن خود کرده؟
کسایی که برای شما رفته بود و شما تایید کردین که کی در برنامه باقی بانم، مجیب سحاک است، علی فولادی و سلیمان کریمی. خب از بین این سه نفر امشب بلندترین آرا را از دید شما کی از آن خود کردم؟ بله دوستا، علی کس بود که در اولین افتهی که یاورا یک نفر اشتراک کننده را حفظ میکرد توسط یاور خود در برنامه حفظ شد. چی فکر میکنین؟ علی تانسته امشب بلندترین آرا را از آن خود کنه؟ دوستای عزیز شما را زیاد منتظر نمیمانم، میخوایم براتان بگویم که امشب بلندترین آرا را کی از آن خود کرده؟ کسی که امشب بلندترین آرای شما را از آن خود کرده و در برنامه باقی میمانه او است؟ با افتخار مجیب سحاک. تبریک باشه، شما بیشترین آرا را امشب از آن خود کردین، در برنامه باقی مانده. سلامت باشین، بفرمایید برید. بله دوستان، مجیب سحاک کسی است که بلندترین آرا را امشب از آن خود کرده و باقی ماند علی فولادی و سلیمان کریمی. چه فکر میکنین از بین علی فولادی و سلیمان کریمی بلندترین آرا را امشب کی از آن خود کرده باشه؟ علی فولادی کسی است که هفته قبل آهنگ به بسیار مقبولی اجرا کرد و یک گپ میفهمین دوستای عزیز، علی وقت آهنگ میخونه چشمای خود کاملا پت میگیره و از قلب خود برتون آهنگ میخونه. خب و کسی است که یاورش به اندازه بالایش حساب میکنه. چی فکر میکنین علی فولادی میتونه به برنامه آینده برتون آهنگ بخونه؟ سلیمان کریمی کسی بود که هفته گذشته بیشترین آرای شما را از آن خود کرده بود، آیا این هفته برش رای داده؟ خب دوستا با یک صدا بگوین امشب کی در برنامه باقی میمانه؟ کسی که امشب کمترین آرا را از آن خود کرده متاسفانه از برنامه خداحافظی میکنه، او کسی نیست بجز از علی فولادی. علی جان بسیار برات متاسف هستم، شما دیگه در برنامه نیستین. سلیمان جان بر شما تبریک باشه. بله دوستا، علی فولادی با کمترین آرایی که شما برش رای داده بودین امشب ناگزیر از برنامه خداحافظی کرد و سلیمان کریمی کسی است که بیشترین آرای شما را از آن خود کرده در مرحله بعدی را پیدا کرد. فکر میکنم علی جان چیزی برای گفتن داره. علی جان چیزی گفتنی داره؟ یکی که بفرمایید. تشکر میکنم از کسایی که همین برنامه آواز افغانستان مدیریت کردن، از یاورای عزیز، از استاد خودم استاد آریانا سعید. یه تشویقم بکنین استاد مرا. من یک آهنگ از تای دل خود یک کوچیک زمزمه میکنم. پس از آن غروب رفتن اولین طلوع من بود، من رسیدم رو به آخر، تو بیا شروع من باش، شب و از قصه جدا کن، چکه کن رو باور من، خط بکش رو جای پای گریه های آخر من. خداحافظ به همه شما، خداحافظ آواز افغانستان. بله دوستا، و حال نوبت تیم نظیر خارا هست، بفرمایید بیم. بله دوستا، اعلان نتایج است و شما هستین که تصمیم گرفتین امشب از تیم نظیر خارا کی در برنامه باقی بانه. امشب دو نفر از تیم نظیر خارا در برنامه باقی میمانه و یک نفرشان متاسفانه از برنامه خداحافظی میکنه. دوستای عزیز، سی نفر که به آرای شما رفته بود: جاوید جان، مسیح ریحان، قیس معروف. کسی که یاورش بالایش اعتماد داره و میتونه تا مرحله نهایی را پیدا کنه.
شما میفهمین کی است؟ کسی که امشب بلندترین آرا را از آن خود کرده در برنامه باقی میمانه او است جاوید یوسفی. بله دوستان، جاوید یوسفی کسی است که امشب بلندترین آرای شما را به دست آورده در برنامه باقی ماند. و حال قیس و مسیح در خطر است، چی فکر میکنید؟ از بین قیس و مسیح امشب بلندترین آرا را کی از آن خود کرده؟ دوستای عزیز، کسی که امشب کمترین آرا را از آن خود کرده و متاسفانه از برنامه خداحافظی میکنه او نیست به جز از مسیح ریحان. مسیح جان متاسف هستم برات. دوستای عزیز، مسیح کسی است که کمترین آرا را از آن خود کرد و متاسفانه از برنامه خداحافظی کرد. اما قیس معروف تبریک باشه. بله، اول خوب بسیار زیاد تشکر از وقتی که ما در برنامه آواز افغانستان اشتراک کردم. بسیار مردم ما را دوست دارن. من میفهمم که بار ازی که ما بخیر کنسرت ها را پیش بگیرم و بار ازی خانان های نوم بیایه، همه گی میفهمم که میاین ما را اینمطور که حال عزت احترام دادن بار از وام میتن. و قسمه که ما وعده کرده بودم به دوستای خود که ما تا یک سال برتان خود نشان میتم و انشالله نشان میتم برتان. به حال تیم قیس الفت اعلان نتایجش و آخرین تیم ما بفرمایید. بیاین بله دوستا، هفته قبل زبای جان، سیروس، منصور و عفیز امیری جویا بهترین اجرا را براتان داشتن. عفیز امیری کسی بود که توسط یاورش در برنامه حفظ شد و سه نفر برای شما رفت. چه فکر میکنین از بین این 30 نفر امشب بلندترین آرا را کی از آن خود کرده؟ احمد جویا، سیروز منصور و یا زبیر سرود. دوستا، از بین این 30 اشتراک کننده یک نفرش با کمترین آرا از برنامه خداحافظی میکنه. چه فکر میکنین و اشتراک کننده ای که کمترین آرا را امشب از آن خود کرده کی است؟ ابتدا میخوایم کسی که بلندترین آرا را امشب در از آن خود کرده و در برنامه آیندام براتان آهنگ میخوانم نامش براتان بگیرم. میخواییم بفهمید؟ کسی که امشب بیشترین آرا را از آن خود کرده در برنامه آیندام براتان آهنگ میخوانه او است؟ کسی که بیشترین آرا را امشب از آن خود کرده او نیست به جز از زبیر سرود. بله دوستا، زبیر سرود کسی است که بیشترین آرای شما را از آن خود کرده در برنامه باقی ماند و احمد جویا و سیروز منصور در خطر هستند. چی فکر میکنین از بین این دو نفر کمترین آرا را کی از آن خود کرده؟ دوستای عزیز، از بین این دو نفر یک نفرش با کمترین آرای شما از برنامه خداحافظی میکنه. چی فکر میکنین؟ سیروز منصور است؟ و یا احمد جویا؟ شما با کی بیشتر رای دادین؟ احمد جویا؟ یا سیروز منصور؟ تا یک نفر که امشب با کمترین آرای شما استیج آواز افغانستان را ترک میکنه او است؟ او نیست به جز از سیروز منصور. بسیار متاسفم سیروز برات، شما دیگه در برنامه نیستین و احمد جویا براتان تبریک باشه. بله دوستای عزیز، سیروز منصور با کمترین آرا از برنامه خداحافظی کرد. احمد جویا تانست آرای شما را به دست آورده در برنامه باقی مانه. فکر میکنم سیروز جان چیزی برای گفتن داره، بفرمایید سیروز جان. در آغاز خو باید تشکری کنم از یاورای عزیز، زحمات زیاد خود کشیدن و ما هم تا به اینجا که رسیدیم همیشه از برکت همه یاورای عزیز است. و یک تشکری خاص میکنم از هموطنایم، بخصوص از فامیلم، از دوستایم که ما را حمایت کردند تا این سرحد ما رسیدیم. ما طبقی که وعده داده بودم با دوستای خود، انشالله که ما با شما هستم، کارهای بعدی ما بر شما هست و می باشم با شما
چیزی را که ما بر شما یک وعده میتم، اگر این شبکه بزرگ با شما ستاره افغان و یا آواز افغانستان معرفی میکنه، سیروس منصور بر شما شاهزاده و شادخت افغانستان معرفی میکنه. انشالله بزرگترین وقت از طریق پرده های تلویزیون حتما تماشا میکنین. تشکر. از شما تشکر. دوستان عزیز، یک چیز میخوایم براتون واضح بسازم. فقط فردا شب است که یاورای ما تصمیم میگیرد باز هم از بین چهار اشتراک کننده ایش که اجرا از بین سه اشتراک کننده ایش که براتون اجرا می داشته باشه، یک اشتراک کننده را حفظ کنه و دیگر شما هستین که تصمیم میگیرین کی آواز افغانستان شوه. بله دوستان، این بود برنامه امشب ما. تا فردا شب که باز هم میمان خانه هایتون میشیم، همیتون را بلای پاک و بی همتا میسپاریم. شاد و موفق و کامگار باشین.